ملی فوتبال رو کنار بذاریم، کانال های آب بروژ، سیب زمینی سرخ کرده، بفرمایید سیب زمینی سرخ کرده، صدف، شکلات، کارتون تن تن، اینا تمام چیزاییه که شما رو یاد بلژیک قطعا میندازه. یکی دیگه از چیزهایی که بلژیک خیلی توش زبون زده مد هستش، شهر آنتورپن از طراح‌های بسیار مشهوری داره. اما برخلاف اینی که بلژیک طراح‌های معروفی داره که برای خیلی از سلبریتی‌ها لباس طراحی میکنن، اما مردمش همونطوری که میبینین خوش لباس نیستن. دلیلش هم اینه که اکیپ جوونش خیلی کول هستن و یا خیلی گرایش های چپ دارن و فقط به مد و طراحی لباس به عنوان یک بیزینس و درآمدزایی نگاه میکنن. یعنی شما اگر یک فردی رو در بلژیک پیدا کنید، در سطح خیابون ببینید که خوش لباس باشه، قطعا اون فرد یا بلژیکی نیست، ایتالیایی هستش و یا برای یک کشور دیگه هستش، یا اگر هم بلژیکی باشه رگ و ریشه یک کشور دیگه رو داره. مثلا بلژیک خب بخش هلندی زبان داره، اما شما یک هلندی هلند رو در بلژیک ببینید توی خیابونها، قطعا از روی لباس پوشیدنش میتونید تشخیص بدید که این فرد بلژیکی نیستش. همراه سیب زمینی و من باشین در یک قسمت دیگه از بلژیک گردیم. یعنی محال شما از این منطقه رد بشین و سراغ این سیب زمینی فروشیه. نه، یکی از بهترین سیب زمینی های بروسل رو اینجا میتونیم بخریم. سس های مختلفی هم هستش، از مایونز، کچاپ، سس آلای که سیر داره توش، این که برازیل داره، سس اگه تند بخواید سامورایی داره، سس های مختلف داره بستگی به این داره که شما چه سوسی رو دوست دارین، میتونین سوستون رو سفارش بدین. و قیمتی هم نداره، الان من نمیدونم شاید برای دو تا پاکت 8 خورده ای پول دادم، این مثلا فکر کنین 4 یورو 30 سنت فکر کنین 4 یورو پول دادی و واقعا به اندازه یک وعده غذایی کافی هستش. تو بلژیک دو تا چیز رو خیلی راحت میشه گرفتش. اولی اینه که مردا رو بگیرن توی تخت خواب، خانم‌ها خیلی راحت میتونن مردا رو بگیرن توی رخت خواب داشته باشن. دومیش اینه که فریت بگیرن. دیدیم در عرض چند ثانیه رفتم یه پاکت فریت گرفتم. بخش هلندی زبان یا فلاندرن بلژیک در این بخش خونه ها نزدیک به هم ساخته شده، به خاطر اینکه این بخش از کشور روی سطح صاف قرار داره یا فلت، خونه ها نزدیک به هم ساخته شدن، حمل و نقل عمومی بسیار پیشرفته هستش. در اکثر شهرها حمل و نقل عمومی به یک سیستم هستش، یعنی شما اگر از لوون به گنت برین یا بعدش به بروژ برین یا به آنتورپن برین، زیاد تعجب نمی کنید که چرا این اتوبوس داره، چرا این ترام داره، چرا این مترو داره. حمل و نقل عمومی بسیار شبیه هم هستش و داشتن ماشین شخصی واقعا نیاز نیستش. اما در بخش فرانسه زبان بلژیک یا والونی که روی کوههای ساخته شده، خونه ها از هم فاصله دارن و برای همین نیاز به داشتن یک ماشین شخصی واقعا احساس میشه، برای اینی که شما آخر هفته بتونید دست خانوادتون رو بگیرید یا دوستانتون رو به کوپایه برید، به کوپ برید و از مناظر طبیعی بلژیک در اون بخش والونی استفاده کنید، و یا حتی اگر بخواید سر کار برید نیاز به ماشین شخصی دارید، به خاطر اینی که برخلاف فلاندرن که سیستم حمل و نقل عمومی بسیار پیشرفته هستش، در والونی سیستم حمل و نقل عمومی واقعا یک سردرده. جهان پلاس یا خروت مارکت میدون اصلی شهر هستش که از قرن 12 تبدیل شده به قلب بروکسل، به خاطر اینکه قرن 12 این بازار اصلی شهر بوده که مردم برای خرید مرغ و گوشت و چیزهای مختلف به اینجا می اومدن.
اما امروزه تبدیل شده به مرکزی برای فستیوال ها و فرش گل که در تابستون اینجا هر ساله فرش گل برگزار میشه و در زمستون درخت کریسمس رو قرار میدن و میزبان کسانی میشه این میدون که دوست دارن بیان بازار کریسمس یا کرس مارکت رو نگاه کنن. ساختمون شهرداری بروکسل، این ساختمون از قرن 15 میلادی اینجا ساخته شده. خود این ساختمون داستان‌های مختلفی رو همراه خودش داره که اگه بخوام در رابطه با این صحبت کنم شاید بتونم یک برنامه یا تا فردا اصلا بتونم براتون صحبت کنم، اما تو یک برنامه جدا حتما در رابطه باشیم. واسه که تبدیل شده الان به شهرداری پایتخت به خاطر اینکه بلژیک و بروکسل، بروکسل به دو بخش تبدیل میشه. یک بخش هستش که بروکسل، بروکسل به عنوان بروکسل پایتخت هستش که با کد پستی 1000 مشخص میشه و یک بخش دیگه هستش که بروکسل به عنوان بروکسل غیر پایتخت هستش، بروکسل فریز هستش که با کدهای پستی جدا شناخته میشه. این ساختمون شهرداری مرکزی بروکسل و یا همون بروکسل پایتخت هستش که از در داستان های زیادی داره این ساختمون که توی یک قسمت دیگه حتما براتون از تعریف. اما این میدون همینطور که میبینید کوچه های مختلف و هر کدوم از این کوچه ها وصل می شده به یک بازار و یا مارکتی که در قرن 12 اونجا بوده. مثلا یکی اگر اون بر بریم وصل می شه به مارکت گوشت بوده که مرغ و ماهی هستش، یکی اون به مارکت پنیر بوده. اما این خیابون، به اون خیابون که بریم تمام دونر کبابی ها توی اون خیابون هستن و اون خیابون اسمش در اصل مارکت کلاهساز ها و یا کلاهدوز ها بوده که من میخندم و همیشه اون خیابون خیابون شهید کلاهدوز صداش میکنم. بگی دو مدل وافل داره، وافل بروکسلی و وافل بیج. ببینین طرحاش مدلش مختلفه، یکی اینجوری هستش یکی اینجوری دراستر هستش. اینه که کی کدوم مدل رو دوست داره واقعا سلیقه‌ایه. من خودم وافل لیژی رو دوست دارم و بعضی هستن که وافل بروکسلی رو دوست دارم، بخاطر همین واقعا سلیقه‌ایه. ولی وافل واقعا خوشمزه است، بروکسلی و بلژیکی نداره. جاتون خالی کدوم رو دارید کار کنم؟ کارامل، توت فرنگی؟ من میرم واسه توت فرنگی، کارامل هم واسه شما. صد افگر غذاهای مورد علاقه بلژیکی است که معمولا با سیب زمینی سرخ شده و آبجو میخورنش. امسال به خاطر کرونا و محدودیت های رفت آمدی که گذاشته بودن، صدف های دریای شمال خیلی بزرگتر و خوشمزه تر شده. این چیزی نیست که من میگم، چیزیه که سازمان شیلات گفته. این خیابونی هم که میبینید تمامش پر از رستوران هایی بود که غذای دریایی میفروختن، اما به خاطر کرونا دو سه تاشون فقط باز موندن و بقیه شون ورشکست شدن. در سال 1857 جان نویهایس سوئیسی اولین مغازه نویهایس رو در بروکسل افتتاح کرد. از سال 1857 تا امروز 2021 این مغازه در بروکسل بوده، در همین جا بوده، در پاساژ سن کوبر یا گالری کوبرت مقدس و تبدیل شده به یکی از نقاط دیدنی. در سال 1912 پسر جان نویهایس اولین شکلات صدفی رو در بلژیک تولید کرد. دلیل معروفیت این شکلات صدفی که اگه شما در هر جایی، یعنی حتی اگر در کره ماه هم یه شکلات صدفی ببینید، میتونید تشخیص بدید که این شکلات شکلات بلژیکی هستش. دلیل معروفیت این شکلات کره‌ای هستش
که توی این شکلات استفاده شده. یعنی این شکلات در مرکزش با کره علیه های مختلف یا مثلا طعم های مختلف مثل وانیل و یا چیزهای دیگه رو هم به این شکلات اضافه کردن، ولی این کره که توش استفاده شده بیشتری دلیل معروفیت شده. تا زمانی که من برم داخل یه پاکت شکلات بگیرم، شما لایک بشار بگید، سابسکرایب کنید برای این که از های بعدی بچه گردید نمونید. جاتون خالیه، جای شما من یک دونه شکلات میزنم.